حالت اولیه و ملایم، اون موقع این دو تا دارو استفاده میکردن چی میشد؟ ببینید، اولا ببینید اینی که من دارم عرض میکنم بحث کمیته کرونا کشور ما نیست، این که دارم عرض میکنم الان. ولی من اینو به مینا مرداد وقتی به من زنگ زد دفعه اول گفتش که دکتر هاشمی من پی سی آر مثبت شده، گفت پی سی آر مثبت، گفتم پس مرداد جان خواهش میکنم اگه من به جای تو باشم این داروی فاویپیراویر رو میخورم. اون نظر منه، خب میدونم اون بهشون گفتین. بله گفتم بهشون میخورم. بعد گفتم خانم من درگیره، گفتم خب خانم اگه میخوان پرگننت بشن حامل بشن ایشون نخورن برای ایشون مضر. بعد گفتن که نه. بعد از 24 ساعت ایشون به من زنگ زدن گفتن که دکتر خیلی ممنون حالم خوب شد، چون یک گروه دیگه هم مثل این که با اونا در ارتباط بود و داروی سروم اینا شروع کرده بودن دکتر زده بودن چی، گفت حالم بهتر شده، من چون می‌خواستم برم حتما سی تی اسکن ایشون بکنه و نیازم به سی تی اسکن دیگه ندارم، حالم خوب شده تمام. یعنی استفاده نکردن؟ نه نکردن. یعنی اون مرحله مایلد و مودرت رو استفاده نکردن؟ نه مایلد رو اصلا مایلد بود، یعنی شرط عادی یعنی هیچ، یعنی هیچ علامتی، علامت بسیار کم، علامت خیلی ضعیف. موقع استفاده از اون دارو؟ بله اون موقع در کشور ترکیه، در کشور هند اینا رو میدن دم در خونه، درسته آقای دکتر؟ بله. دم در خونه میدن اینا رو. ما هم با این داریم مبارزه میکنیم تا این قسمت. تا اینجا مبارزه کردیم. مبارزه کردیم تا اینجا. هیچ گونه منطق علمی هم شاید نداشته باشه، نه مبارزش نه استفادهش، هر دوتا. در حال مدل ها فرق داره. من اگه بودم بهشون گفتم استفاده میکردم، آقای میدونم من استفاده میکنم. گفت نه دکتر من خیالت راحت بشه، خوبم، مشکلی ندارم. تموم شد و جریان گذشت. چند روز بعد به من زنگ زد، دیدم صدای میناوند نیست، تلفن میناوند، صدا خیلی بده. گفتش که سلام دکتر، حالم خیلی بده، من برم یه جایت گفتی سیتی، برم سیتی کنم. گفتم عزیزم یه جا برم سیتی نمیتونه دیگه، اونجا که من بهت گفتم برم یه بیمارستانی بود نزدیکم، گفتم اونجا سیتی، اونجا دیگه نمیتونی بری، چون تو الان این وضعی داری باید بری الان دیگه تو بیمارستان بستری شی. یعنی سیویر شده؟ بله باید بستری شی با این صدایی که داری. گفت آره خدا حالم بده. بعد گفتم پس بیا مسجد سری، بیا مسجد دانشوری، من اینجا، بیا اینجا. گفت نه دکتر من اونجا نمیام، اونجا بیماری بدتر میشه. ببینید این که در واقع یک نفری فکر میکنه اگر میاد یه بیمارستانی که سانترال کرونا از الان دیگه اونجا الحمدلله خب شرایطش ریوی هم داریم اونجا، بیاد اونجا و بدتر میشه، این خودش یک علامت سواله. بعد خب گفت کجا همین مثلا فلان بیمارستان مثلا دوست دارم اونجا چطوره؟ گفتم من تماس میگیرم با همکارا اونجا تو اون بیمارستان، مشکلی نیست، برو اونجا سی تی تو بکن ببیننت و برو جلو. که فردای اون روز به من آقای علی پروین زنگ زدن که برو سریع، خواهش میکنم برو بیمارستان لاله و اونجا اتفاقاتی افتاده، برو ببین چه خبره. که من وقتی رفتم اونجا دیگه خودم موندم اصلا اون شرایطی که دیدم، که آقای دکتر لطفی تشریف داشتن، همکاری دکتر مصدق که خودش هم الان کرونا گرفته 20% از ریش درگیر و بستری شد، دیدم این شرایط خیلی در واقع ناجور. و خب به هر حال یه کاری اونجا انجام دادیم با آقای دکتر که خداشکر زنده موندن و بعد این شرایط آروم آروم جلو رفت، آهسته آهسته جلو رفت، ولی خب متاسفانه در نهایت در واقع ایشون فوت کردن.